این کسی به نام احمد است، او خودش داستان خود قصه میکنه. چون سخن از دل برایت لاجرم بر دل نشینه، ده کتاب نوشه که عمر خالد به همین عنوان. کسی را داستانش میره به نام احمد، او میگه که من در یک خانواده بزرگ شدم که هم پدرم در پایین ترین درجه ایمان قرار داشت، هم مادرم. هیچ کس در خانه مرا تشویق به سمت دین نکرد. اسم چی بود؟ احمد. ولی میگه هیچ در گناه نبود که رو در قلباب نکرده باش. از سگرت شروع کردم، آهسته آهسته بالاتر و بالاتر. هر گناهی که بود من تلاش میکردم که به اون برسم. حتی میگه در بین دوستان خود با هم میگفتیم کدامش مانده که نکردی، کدامش مانده که نکردی. تلاش میکردیم هر گناهی را که لذتش نچشیده بودیم تجربه بکنیم، هر گناهی که لذتش نچشیده بودیم تجربه بکنیم. کدامش مانده، کدامش را نکردی. میگه اینقدر بالا و بالا رفتم که در پرتگاه سقوط بودم، امروز و فردا به نابودی کشانده میشدم. یک رفیق داشتم من و او رفیق هر وقت برای من میگفت که بیا بیا دوست من احمد، بیا تو همه لذت ها را چشیدی، همه گناه ها را لذتش چشیدی، یک بار برویم لذت محبت الله را بچش. اگر خراب بود، اگر تلخ بود، اگر لذتش دوامدار نبود، اگر آرامت نکرد، باز مرا ترک کن. میگه سخنش گوش نمی کردم، سخنش گوش نمی کردم و این بدترین دوست خود می دانستم. امروز اگر یک کسی یک دوست خوب داره بزرگ چی میگه؟ گمش که با فلانی قنش از برخواست نکن، خودش شیخ شیخ زیاد میگیره، ملا ملا خود جور میکن. تا دیروز چی میگد؟ آل ملا شده. نمیگنم به تو؟ میگه تا دیروز چی بود؟ آل خود شیخ جور کرده. خود تا دیروز اصحاب پیامبرم بود میپرسیدن، وقتی برگشتن آمدن الله اعلان کرد رضی الله عنها و رضوان. در بین اصحاب پیامبر کسی بود که شراب نوشیده بود؟ کسی بود که زنا کرده بود؟ ولی وقتی برگشتن به کجا رسیدن؟ همین عمری که امروز عمر عمر میگیم ما، رضی الله تعالی عنه، که پیامبر میگه بعد از من اگر پیامبر میبود کی میبود؟ عمر. خودش میگه ما خرما رو پرستش میکردیم، خرما رو خدای خود میگفتیم، وقتی گشنه میشدیم با میخورده میشه، ولی وقتی میآید و بر میگردد به کجا میرسد؟ عمر. میگه یک روزی از روزها ماه مبارک رمضان بود، یه غم پیش شد. میگه از مسیر رد میشدم مسجد را دیدم. میگویو که کسی به سمت مسجد مرا میکشانه که آرامشه که به دنبالش میگردی به این دروازه است. چقدر دروازه ها را ما تک تک کردیم آرام نشدیم، چقدر دروازه ها را زدیم، درد ما بیشتر شد، غم ما بیشتر شد. یک بار امی دروازه رو بزنیم. وقتی که بسیار غمگین شدین، خیلی خسته شدین، خیلی مانده شدین، عزیزای من، وقتی دیدین که هر دروازه برویتون بسته از غمها بیشتر میشه، به فقر و بیچارگی دست و پنجه نرم میکنین، بروین از خانه بیرون شوین، کسی در مسجد نبود، بیاین داخل خانه الله، داخل خانه الله بیاین، تک و تنها سر به سجده بگذارین. اینجا دیگه هیچ کسی نیست، فقط خودت هستی. اینجا با الله خود نجوا بکن. میگه ما آمدم داخل مسجد، بار اول بود که سجده میکردم. آمدم میگه وقتی که داخل مسجد شدم، بعد از نماز قاری که در اونجا قرائت میکرد میگه آیه 53 سوره زمر را میخوان. شما کم نشوید این ایره. قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله. همو کلانترین و بزرگترین گناهکار ما در این مجلس کی است؟ کی است؟ مست. از همه شما بزرگتر. و این من ایره به خاطر سمعه نمیگم،
یعنی شوخی هم نمی کنم. بزرگترین گناهگار، قوی ترین گناهگار، همون کسی که کل دروازه های گناه را در قلباب کرده اگر در این مجلس ما هست، الله یک پیام برایش داره: لا تقنطوا من رحمت الله. ناامید از رحمت پروردگار نشین، خدا کل گناهانتان را میبخشه اگر توبه بکنید. نحوه گناه را به من نگو که تو یک گناه کردم و تو یک گناه کلان که هر گناهی که کردی. میگه ایر قاری در محراب میخوان، میگه بعد از اینکه نماز تمام شد این حالت بود، مردم گریه میکردن ولی من گریه را بلد نبودم. گریه به خاطر الله یه آسان نیست. میگه نماز که تمام شد، همون رفیقی که مرا به سمت مسجد دعوت میکرد، میگه از همه کرده اولتر آمد به سمت من، آمد مرا در آغوش گرفت. میگه به خدا قسم وقت در آغوش این رفیق خود داخل شدم، احساس کردم بار اول است که قلب من آرام میگیرد. این آغوش را تا آخر عمرم فراموش نمیکنم. اون میگفت این آغوش بود که دیگر مرا تغییر داد. دو مرا در آغوش گرفت، گفت خوش آمدی رفیق، خوش آمدی. میگه دیدم که در همین اثنا یک مرد از کنار من رد شد. من نمیفهمم که با من چی دیده بود. گفت از کنار من رد شد، سر من گرفت، یک بوسه از سر من گرفت. گفتم سبحان الله سبحان الله، اینه آرامش، اینه محبت، اینه دوستی. او دوستی که سیگرت در دست تو میتو بگی کش کن، این چی کمال است؟ او خب از بینت میبره، او خود در صدد نابودی تو است. او کسی که به تو چرس پیشنهاد میکنه، او کسی که به تو تابلت کرده پیشنهاد میکنه، او کسی که به تو نمبر یک دختر را میده، عکس یک دختر را به تو میده، آدرس یک دختر را به تو میده، خود دوستی نیست. ای خود تو را به نابودی میکشانه، ای خود شخصیت تو را خراب میکنه، عزت تو را از بین میبره، شرف تو را از بین میبره، وجدان تو را از بین میبره. خیلی ها بودن راه های گناه را بلد نبودن. کی نشانشان داد؟ دوستانشان. صدمه ای که رفیق نابابت ناباب، صدمه ای که رفیق ناخلف، صدمه ای که دوست ناخلف به تو میزنه، باور بکن که اون صدمه را راکت به تو نمیزند. مولانا میگه اون دوستی که به خاطر الله نباشد فرار کن، دور شو از اختلاط یار بد. یار بد بدتر بود از مار بد، مار بد تنها همین بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نباید داد دست. آیفون بخر که خیلی زیاد در اینترنت سریع هست که خوب میتونی از گناه ها استفاده بکنی. من نمیگم که آیفون خریدن مشکل داره و زشت است، نه، اونهایی که به خاطر گناه این را میخرن که سریع کار بکنه از گناه خوب استفاده بکنی. ای بسا ابلیس آدم روی هست، پس به هر دست نباید داد دست. کار شیطان میکند نامش ولی، گر ولی این است لعنت بر ولی. خیلی مواظب باش دوست گرامی، برادر عزیز، جوان عزیز، خیلی مواظب باش. چه کسانی بودن، چه بسیار بندگان بودن که میخواستن این روزی جا باشن، اما رفیقشان نگذاشت، دوستشان نگذاشت، با صد تا بهانه، با صد تا وعده ها بیاییم فوتبال میکنیم، بیاییم توپ دنده میکنیم، بیا که دیگه این روزی فرصت نمیرسه، بیا که رمضان نزدیک است با نمیشه به سر حد برویم. ولی شما کسانی بودین، شاید کسایی در مجلس باشه که رفیقش میخواست امروز به صحرا بره، ولی او به رفیقش چی گفته؟ بیا یک روز از تیر میشه برویم که رضای الله را به دست بیاوریم، که الله از سیاحت بهشت محروم نکند، از سیاحت باغهای زیبای بهشت که خاتمه نمیابد، گرمی آزارت نمیدهد. امروز کجا گرمی آزارت میده؟ وقتی که بدوی طرف و طرف باز گرمی آزارت میده. رسول صلی الله علیه وسلم فرمود فَإِنَّ الْجَنَّةَ سَجْسَجُونَ. جنت یک هوای معتدل داره، بسیار نرم، نه اذیتت میکنه از سردی، نه اذیتت میکنه از گرمی،
یک بار خوب بگو الله اکبر. الله این جنت را نصیب شما بگرداند. امروز در میان هزاران رفیق و دوست که تو داری، اگر جستجو بکنی یکیش را پیدا بکنی شاید که به خاطر الله تو را دوست داره، به خاطر الله با تو دوستی داره. بنابراین من این عنوان را انتخاب کردم و امی آغاز براتون بگوییم. عزیزان من، جوانان عزیز، اگر تا این دم دنیای دوستی ما بر اساس دنیا بوده، دوستی ما بر اساس مادیات دنیا بوده، بیاین امروز تبدیلش میکنیم. این دوستی هایی که بر اساس مادیات بوده و ارزش نداره و تمام شدنیست، امروز این دوستی رو تبدیل میکنیم به دوستی به خاطر الله. بلندتر بگوی الله. به خاطر الله. ما هم شما رو به خاطر الله دوست دارم و شما هم من رو به خاطر الله دوست داشته باشی. اگر دوستی که بر اساس رضای الله صورت گرفت، او زنجیریست که دیگه کنده نمیشه.